ساعت 7 صبح تهران 3:30 بامداد اینجا در لندن. شنونده برنامه خبری رادیو بی بی سی هستید. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نطق پیروزیش گفته قول می‌دهد رئیس جمهوری باشد که به دنبال اتحاد آمریکاست نه تفرقه. در برنامه چشم‌انداز بامدادی امروز از آمریکای دوران بایدن خواهیم گفت. سیاست داخلی، تعامل با متحدان، تحولات در خاورمیانه و سیاست‌ها علیه ایران، از میزان و نوع ماندگاری تحریم‌ها علیه ایران. درباره آنچه رهبران ایران پس از این انتخابات در پی آن هستند گفتگو می‌کنیم. از واکنش‌ها به این انتخاب در ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان هم میشنوید. با ما باشید در 2 ساعت برنامه زنده چشم‌انداز بامدادی امروز از رادیو بی بی سی، بعد از مروری بر تازه ترین خبرهای جهان از فرج بالافکن. سلام و صبح بخیر. جو بایدن که با پیروزی در ایالت پنسیلوانیا و کسب حد نصاب لازم به عنوان 46مین رئیس جمهوری منتخب آمریکا معرفی شده، شب گذشته از مردم کشورش خواست که نگذارند اختلافات سیاسی و جناحی آنها را مقابل هم قرار دهد. آقای بایدن که کاملا هریس به عنوان معاونش او را همراهی میکرد، این اظهارات را در سخنرانی پیروزی خود در شهر محل زندگیش ویلمینگتون در ایالت دلاور مطرح کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ یک بار دیگر گفته قصد پذیرش شکست را ندارد و همچنان خود را پیروز انتخابات میداند. امیر پیام گزارش میدهد. جو بایدن گفت که از روز دوشنبه کمیته ویژه‌ای برای مبارزه با کرونا تشکیل دهد، اما محور اصلی سخنان پیروزی او آشتی ملی و التیام چیزی بود که از آن به عنوان روح آزرده آمریکا نام برد. کاملا هریس هم پیروزی خود و جو بایدن را تقدیم به همه مردم آمریکا از جمله تمامی زنان این کشور کرد و گفت اگرچه او نخستین زن است که در این مقام قرار می‌گیرد، اما آخرین آنها نخواهد بود. شماری از رهبران اروپایی از جمله سران آلمان، فرانسه و بریتانیا پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفتند. این در حالی است که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ روابط آمریکا با اروپا متشنج بود. آقای بایدن در دوران مبارزات انتخاباتی خود بر نیاز به تقویت روابط با متحدان سنتی آمریکا تاکید کرده بود. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. در پی چند سال روابط پرتنش با واشنگتن به نظر می رسد که بسیاری از رهبران اروپایی با پیروزی جو بایدن نفس راحتی کشیده باشند. آنها در پیام‌های تبریک خود پیروزی جو بایدن را گامی به جلو برای روابط آمریکا و اروپا توصیف کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سرعت برای آقای بایدن پیام تبریک ارسال کردند و تأکید کردند که برای حل مشکلات همکاری بیشتر اروپا و آمریکا ضروری است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم نسبت به همکاری در زمینه‌های مشترک با آمریکا مثل مبارزه با تغییر اقلیم ابراز امیدواری کرده است. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در جلسه هیئت دولت به پیروزی آقای بایدن واکنش نشان داده و خواهان بازگشت آمریکا به معاهدات بین‌المللی و چند جانبه شده. در واکنش دیگری نرخ ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار ایران پایین آمده. همزمان با پایین آمدن نرخ‌ها انجام معاملات هم به طور چشمگیری کاهش یافته. از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران و قدرت‌های جهانی و بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا، ریال ایران سقوط شدیدی را تجربه کرده. آقای بایدن منتقد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای بود. به رادیو بی بی سی گوش میکنید. وقتتون بخیر هر جای دنیا که هستید. من ناصر مدنی هستم و در 2 ساعت پیش رو در برنامه زنده چشم‌انداز بامدادی امروز همراه با فرج بالافکن و جلال فرهنگ با شما خواهیم بود تا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده ساعتی پیش در محل زادگاهش ویلمینگتون ایالت دلاور حاضر شد، خطاب به طرفدارانش نطق پیروزیش را انجام داد و وعده داد که برای مبارزه با کرونا، آشتی ملی، بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت برای جامعه آمریکا تلاش کند. او در بخشی از گفته‌هایش خطاب به طرفداران کارزار رقیبش دونالد ترامپ گفت رئیس جمهوری همه مردم آمریکاست و قول می‌دهد که باعث ایجاد اتحاد شود نه نفاق. I pledge to be a president who seeks not to divide
من قول می دهم رئیس جمهوری باشم که به دنبال ایجاد اتحاد است نه تفرقه. رئیس جمهوری که ایالت قرمز یا ایالت آبی نمی بیند بلکه فقط ایالات متحده آمریکا را می بیند. من از صمیم قلب تلاش کردم که اعتماد شما را جلب کنم و این چیزی است که به نظر من مفهوم آمریکا بر آن بنا شده، یعنی مردم. دولت ما هم بر همین اساس کار خواهد کرد. من برای رسیدن به این پست تلاش کردم تا روح آمریکا را احیا کنم و به طبقه متوسط جانی تازه بدهم، تا دوباره در سراسر جهان برای آمریکا احترام کسب کنم. And to make America respected around the world again. جو بایدن بود، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده. برای معرفی او، معاونش کامالا هریس بر روی صحنه رفت. او اولین زنی است که به مقام معاونت رئیس جمهوری آمریکا میرسد. بخشی از صحبت‌های او را هم بشنویم. چهار سال در جهت برابری و عدالت گام برداشتید، شعار دادید برای زندگی ما و برای کره زمین، بعد رأی دادید، با رأیتون پیامی صریح دادید. شما امید، اتحاد، شرافت، دانش و بله حقیقت رو انتخاب کردید. شما جو بایدن رو به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب کردید. جو مرهم ساز و متحد کننده است، فردی کارآزموده و مطمئن. کاملا هریس بود، معاون رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده. همکارم بهمن کلباسی از شهر آقای بایدن ویلمینگتون با ماست. بهمن، در محل سخنرانی هستی. خیلی پرشور برگزار شد و ترجیح‌بند هر پاراگراف دعوت به یک پارچگی بود. از جزئیات صحبت‌های آقای بایدن اول برامون بگو. پشت سر من ناصر الان خالی شده، ولی تقریبا 45 دقیقه پیش حد هنوز جمعیت اینجا بودن. البته اکثریت با اتومبیل‌هاشون اومده بودن، برای اینکه ستاد آقای بایدن اصرار داره که تجمع طرفداران به شکلی باشه که منجر به انتشار بیشتر، شیوع بیشتر بیماری کرونا نشه. برای همین همه در اتومبیل‌ها نشسته بودن و در درون اتومبیل دست می‌زدن، بعضی در کنارش. ولی به هر حال سخنرانی بود که 4 روز ستاد انتخاباتی آقای بایدن و خود او منتظر بودند که بتوانن ارائه کنند، و امروز بالاخره بعد از انتشار آرایی که نشون داد او دیگه حتما در ایالت‌های حساسی مثل پنسیلوانیا برنده میشه و اعلام شد که رئیس جمهور منتخب هست، این سخنرانی ارائه شد. و همطور که در مقدمم آمد، پیام اصلیش لب کلام آقای بایدن همون اتحاد بود که به نظر او و به نظر کارزارش بسیار مؤثر بوده در جلب آرای بسیاری از آمریکایی‌ها که خسته شده بودند از رفتارهای آقای ترامپ در 4 سال گذشته، که منجر به این شده بوده که از دید بسیاری از مردم آمریکا تنش سیاسی، تفرقه، دو قطبی بودن در آمریکا افزایش پیدا بکنه. به همین جهت او با این شعار پیروز شده و با همین شعار هم می‌خواهد دولتش رو تشکیل بده و حکومت رو و کشور رو اداره کنه. برای همین تأکیدش بر این شعار اینجا خیلی تعجب و برانگیز نبود. البته پافشاری بر این که باید به سرعت با نابسامانی هایی که هم کرونا باعث شده، سببش شده، همین که بهشون عمق داده مبارزه کرد، حرف از این زد که روز دوشنبه یک کمیته رو منصوب میکنه برای بررسی مسائلی مثل کرونا و یافتن راه حل. و در کل سخنرانی هم کلامی در مورد آقای ترامپ حرف نزد، ولی به رای دهندگانی که از آقای ترامپ حمایت کردن رو خطاب قرار داد مستقیم. گفت میدونم که شب خوبی ممکنه برای شما نباشه، ولی باید از این اختلاف ها بگذریم. مثال زد که خودش هم در گذشته در انتخابات هایی شکست خورده و میدونه که احساس خوبی نیست، ولی در این مقطع فراتر از این باید فکر کرد و باید به آینده اندیشید که آمریکایی‌ها در کنار هم بتونن حداقل بر سر یه سری مسائل اساسی بچه مشترک پیدا بکنن و به توافق برسن. البته باز هم در آغاز یادآوری کرد که این انتخابات انتخاباتی بوده که به او مأموریت داده برنامه‌هاش رو پیش ببره با بیش از 74 میلیون رأی
که سابقه است هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا این تعداد رای نیاورده، و اینکه در ایالت‌های پیروز شدند که در گذشته به خصوص در 20 سال گذشته در مثل آریزونا، مثل جورجیا پیش هست، سابقه نداشته دموکرات‌ها درش توفیقی داشته باشند. و همین جهت سخنرانی بود که بی شباهت نبود به حرفایی که در دوران مبارزات انتخاباتی میزد و در دو سه روز بعد از انتخابات که شمارش آرا ادامه داشت. این حرف اتحاد و با هم به اشتراک رسیدن و پیدا کردن راهی برای توافق، البته در کلام همینطور که خود کارزار هم اصرار داره کمک کرده به اینکه او آرایی رو جلب کنه، ولی در عمل در گذشته آخرین نمونهش دوران آقای اوباما و همچنین دوران آقای ترامپ هست، مخصوصا دوران آقای اوباما خیلی موفق نبوده. آقای بایدن برای اجرایی کردن برنامه‌ها و وعده‌هایی که داده با موانع زیادی مخصوصا جمهوری خواهان در مجلس سنا روبروست، و به همین جهت کار در عمل شاید خیلی سخت‌تر از حرف و شعار باشه. فقط در این مقطع البته او فکر میکنه که این استراتژی خوبی است برای اینکه از فضای تنش آلود فعلی یه مقداری کاسته بشه. اشاره کردی، جالب بود جایی گفت که طعم شکست رو چندین بار چشیده، سیاستمدار کارکشته است. اشاره کرد، تاکید کرد بر کلمه بله میتوانیم، یکی از شعارهای آقای اوباما هم بود. کمی از شخصیت سیاسیش برامون بگو. دقیقاً 48 سال پیش همین روز، یعنی نزدیک نیم قرن پیش، آقای بایدن به جوانترین سناتور زمان خودش تبدیل شد که از همین ایالت دلوور راهی واشنگتن شد تا یکی از دو سناتور این ایالت باشه. حالا نیم قرن گذشته از اون روز، و بعد از اینکه دو بار دیگه هم در گذشته کاندید ریاست جمهوری شده بوده و ناکام مونده بوده، حالا رئیس جمهور منتخبه. و این نشون میده که شکست‌های پیشین و سابقه طولانی تقریبا نیم قرنش در سیاست در این مقطع خاص او رو به کاندیدای ایدئال برای اکثریت آمریکایی‌ها تبدیل کرده، اکثریتی که می‌خواستن به دوران آقای ترامپ پایان بدن و دنبال یک شخصیتی می‌گشتن که بتونه آرامش بده به جامعه و بخشی از طرفداران آقای ترامپ هم جلب کنه، بخشی از جمهوری‌خواهان هم راضی کنه که به یک دموکرات رای بدن. و به همین جهت بخت و اقبال و ستاره بخت آقای بایدن این گونه درخشید که در یک موقعیت ویژه تاریخی تبدیل شد به بهترین شخصیتی که میتونه به دوران آقای ترامپ پایان بده. و البته این واقعیت که در گذشته وقتی که هم سالها در سنا بوده با جمهوری خواهان کار کرده، وجوه مشترک داشته با اونها، و امروز هم با اینکه آقای ترامپ اصرار داره که هنوز انتخابات پایان پیدا نکرده و شکایت هست و اتهام تخلف میزنه، ولی تعدادی از جمهوری خواهان هم به آقای بایدن تبریک گفتن، سناتورهای جمهوری خواه، که این خودش نشان از این است که صرف نظر از اینکه آقای ترامپ چه میگوید و فرزندانش چه حرفایی میزنند، بسیاری از صاحب نفوذان حزب خودش هم دیگه آرام آرام به این نتیجه رسیدن که کار ریاست جمهوری آقای ترامپ تمام است و دوران آقای بایدن آغاز شده. ستاره دیگر صحنه کامالا هریس بود، معاون رئیس جمهوری منتخب، که بسیاری او رو یکی از کلیدهای پیروزی جو بایدن در این رقابت میدونن. او هم قبل از آقای بایدن صحبت کرد با طرفدارانش. چه نکاتی داشت صحبت‌های او؟ ارزش سمبولیک رسیدن یک زن، به خصوص یک زن رنگین پوست، نیمه سیاه پوست و نیمه هندی تبار، بسیار مهمه در جلب آراء، مخصوصا سیاه پوستان هم بسیار مؤثر بوده. البته خانم هریس اولین کسی نیست که نامزد معاونت رئیس جمهور شده. دو کاندیدای ریاست جمهوری پیشین، یکی از حزب جمهوری خواه و یکی از حزب دموکرات، در دهه های قبل یک زن رو انتخاب کرده بودند که اگر پیروز می شدن اون زن می شد معاون رئیس جمهور، ولی پیروز نشدن. این اولین بار است که یک کاندیدای یک زن رو انتخاب کرده و پیروز شده. و خانم هریس هم در جلب اون آرای سیاه‌پوستان مؤثر بوده، هم یک سمبولی است، یک آینه است از واقعیت ترکیب جمعیتی آمریکا که بخش بزرگیش اقلیت‌های نژادی است، مخصوصا سیاه‌پوستان که به نفع حزب دموکرات همیشه در انتخابات شرکت می‌کنند و زنان سیاه‌پوست واقعا ستون فقرات
حزب دموکرات هستند. در مشارکت نسبت مشارکتی میکنند در برابر دیگر گروه ها بسیار بسیار بالاست. همین سیاه‌پوستان بودند که آقای بایدن رو به نامزدی حزب دموکرات رسوندن با حضور بالاشون در انتخابات در اون حزبی، و همونها بودن که در شهرهای کلیدی مثل دیترویت در ایالت میشیگان روز سه‌شنبه و همچنین آتلانتا در ایالت جورجیا تونستن با مشارکت بالا این ایالت ها رو بذارن در جیب آقای بایدن، و این به همین جهت حضور او هم از نظر سیاسی بسیار مهمه برای آقای بایدن و هم از نظر نمادین. و البته خانومی است که بسیار پر سابقه است در کار دولتی، وکیل بسیار پر سابقه است، و همین سبب میشه که انتظار بره که نقش اساسی هم بازی کنه در اداره حکومت و دولت وقتی که وارد کاخ سفید بشه. ممنونم از تو بهمن کلباسی از شهر محل تولد و زندگی آقای بایدن، ویلمینگتون ایالت دلاور با ما بود. یک زن دیگر هم به روی صحنه رفت دیشب، همسر آقای بایدن. البته بعد از سخنرانی آقای بایدن خانواده او کلا روی صحنه رفتن، اما نام او هم مطرح شد، جیل بایدن. او بانوی اول بعدی آمریکاست، معلم کالج بود در واشنگتن زمانی که همسرش جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده بود. باید دید همچنان خانم جیل بایدن به کارش ادامه میده در واشنگتن هم یا نه. در سوی دیگر این انتخابات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکاست که حالا پس از 4 سال باید قانوناً کاخ سفید و کرسی ریاست جمهوری را ترک کند، اتفاقی که تقریبا بعد از 30 سال یک بار دیگر آمریکایی‌ها شاهد آن خواهند بود که یک رئیس جمهور 4 سال در قدرت بماند نه 8 سال. آقای ترامپ هنوز شکست را نپذیرفته، سخنرانی بعد از اعلام پیروزی جو بایدن نداشته، به این توییت بسنده کرده که من پیروز انتخابات شدم، آن هم با اختلاف زیاد. بسیاری از جمهوری‌خواهان فعلا سکوت کردند، اما میت رامنی از اعضای ارشد جمهوری‌خواهان پیروزی جو بایدن را به او تبریک گفته. از واشنگتن پایتخت آمریکا همکارم هادی نیلی با جزئیات بیشتر با ماست. هادی، از تازه‌ترین خبرهای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ برامون بگو. آقای ترامپ بعد از اینکه رسانه‌ها اعلام کردند جو بایدن در پنسیلوانیا به میزانی از آرا رسیده که بشه مطمئن گفت این ایالت پیروزش جو بایدن هست، و به تبع اون جو بایدن ارتباط صدایی تو با ما لحظه قطع شد، صدات رو نداشتیم، اگه تکرار کنی ممنون میشم. حتما. بعد از اینکه رسانه‌ها گزارش دادن که آقای بایدن به حد نصاب لازم برای باتیش بیانیه‌ای داد، و در اون بیانیه گفت که ما میدونیم که جو بایدن به دروغ، به اشتباه داره خودش رو جست پیروز میگیره، و گفت که در پنسیلوانیا تخلف‌هایی شده، مثلا ناظران پای صندوق‌ها نبودند، و به این خاطر از دید دونالد ترامپ و ستاد انتخاباتی او نتیجه هنوز معلوم نیست. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مشخصا تیم حقوقی او در روزهای اخیر تلاش کرده بودند که، و هنوز هم در تلاشن که، در 4 ایالت تعیین کننده ای که آرای این روزهای اخیر در اونها خیلی تعیین کننده شد، از جمله پنسیلوانیا، ایالتی که الان دیگه رسانه‌ها میگن فاصله انقدر زیاد شده که دونالد ترامپ نمیتونه به جو بایدن برسه، همینطور جورجیا، ایالتی که معمولاً جمهوری‌خواه بوده در همین 3 دهه اخیر به جمهوری‌خواهان رأی داده ولی این بار جو بایدن پیش افتاده، و ایالت نوادا و ایالت آریزونا. در این 4 ایالت شکایت کرده به دادگاه‌ها، 10 شکایت تنظیم کرده، شکایت‌هایی که البته تا اونجا که در دسترس قرار گرفته شواهدی در مورد اون ادعایی که دونالد ترامپ مطرح کرده در مورد تقلب گسترده، کلاهبرداری گسترده، شواهدی مطرح نشده، و بیشتر ایرادهای شکلی به دمر برگزاری انتخابات و نحوه شمارش آرا هست، و اینطور که بررسی ها نشون میده شکایت هایی که شده اساسا در مورد اون تعداد رأی لازم برای جبران فاصله دونالد ترامپ با جو بایدن نیست. به این ترتیب وقتی که جو بایدن معلوم شد پنسیلوانیا رو هم برده، ایالتی که دونالد ترامپ برای رسیدن به کاخ سفید قطعا نیاز داشت،
همچنان ولی ستاد آقای ترامپ معتقدن که نتیجه نهایی نیست و اینطور که ما از کاخ سفید میشنویم، با وجودی که لحن آقای ترامپ کمی میانه روتر یا به نسبت خود او بشه گفت تلطیف شده، ولی همچنان او ادعا داره که او بوده که پیروز شده و در دادگاه ها در این مورد پیگیری میکنه. در ساعات گذشته برخی چهرهای جمهوری‌خواه خیلی نزدیک به دونالد ترامپ مثل مارکو روبیو سناتوری که از فلوریدا آمده گفتن که رسانه ها نمیتونن اعلام بکنن که چه کسی پیروز انتخابات، دادگاه ها باید تخلف ها رو بررسی بکنند. البته رویه انتخاب ریاست جمهوری در آمریکا در همه این دوره ها این بوده که رسانه ها بر اساس فاصله ای که یک نامزد پیشتاز میگیره از نامزد دوم و میبینن که دیگه نامزد بازنده میشه گفت بختی برای جبران فاصله نداره، اون زمان هست که میگن این ایالت دیگه قطعا این نامزد در اون پیشتاز، نامزدی که اول هست در اون پیشتازه و راه دیگری در پیش نیست. به واکنش رهبران جهان هم بپردازیم. به سرعت برای پیروزی آقای بایدن پیام‌های تبریک فرستادن. همینطوره، پیام‌های تبریک خیلی زود آمد و به نظر می‌رسید که پیام‌ها آماده بود. البته عجیب هم نبود چون دو سه روزی بود که هم فضای داخلی آمریکا هم به تبع اون اخبار جهانی، افکار عمومی جهانی آماده بودن که نامزد پیشتاز روشن بشه و چه بسا که اصلا آماده هم بودن، برای هر دو پیامشون آماده بود. ولی جالب بود که بلافاصله نخست وزیر بریتانیا بیانیه داد و گفت که آمریکا مهمترین همپیمان بریتانیا هست. وزیر خارجه بریتانیا بیانیه داد و گفت که البته به شکل دیپلماتیکی اشاره کرد به بعضی از شکایت‌های دونالد ترامپ و گفت بخشی از فرایندها هنوز در دست انجام، اما مشخص شده که جو بایدن پیروز شده. و وزیر خارجه بریتانیا گفت که این رقابت تنگ و تنگ بوده. همچنین آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با بیانیه خیلی گرمی استقبال کرد از این دوره تازه‌ای که او در آمریکا می‌بینه. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دونالد توسک رئیس حزب مردم آمریکا در پارلمان اروپا و صدر اعظم اتریش، هلند، دبیرکل ناتو، قطر، امارات، لبنان، اینا کشورهایی هستن که من بخوام گزیده بگم اینها در واقع رأی دادن، در واقع پیام دادن به جو بایدن و بابت رأیی که از مردم آمریکا گرفته به او تبریک گفتن. در این حال مثلا بعضی رهبران کشورها همچنان به نظر میرسه در مورد ساکت هستند و یا ترجیح میدن که در این مورد اظهار نظری فعلا نکنن که بعداً در موردش بخوان تجدید نظر بکنن. کانادا همینطور، هند، نیوزیلند، اسکاتلند، اینها کشورهایی بودن که بیانیه دادن. همینطور عراق، مصر، اوکراین، ایتالیا، یونان، اسرائیل، اینها کشورهایی هستند که بعد از اعلام پیروزی جو بایدن توسط منابعی که این انتخابات رو دنبال میکردن به او تبریک گفتند. ممنونم از تو هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن آمریکا، برای گفتگوی تحلیلی در این باره. محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از شهر تامپا با ماست. آقای میلانی، از واکنش‌ها به پیروزی آقای بایدن شروع کنیم. کم نبوده از همسایه‌اش کانادا که در زمان آقای ترامپ رابطه درخشانی نداشتند تا اتحادیه اروپا که هادی به تک تک کشورها اشاره کرد، همگی تقریبا از ابراز امیدواری برای همکاری‌های بهتر و بیشتر در آینده گفتند. آنچه بین آمریکا و متحدانش در 4 سال در زمینه‌های مختلف از بین رفت، جو بایدن چه مدت زمانی میتونه اون رو دوباره بسازه و برگردونه؟ با عرض سلام و صبح بخیر، جو بایدن از 21 سال آینده، سال 2021 که ریاست جمهوری ژانویه بله شروع خواهد کرد، اشکالات خیلی جدی داخلی خواهد داشت و اشکالات جدی در سیاست خارجی خواهد داشت، به خاطر اینکه پایه اساس سیاست خارجی آمریکا که بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده بود که مبنا بر اتحاد با کشورهای اروپای شرقی بود و بعد هم تشکیل یک سری از سازمان‌های مهم بین‌المللی، این تشکیلات بین‌المللی و این اتحادی که آمریکا با کشورهای اروپای غربی داشته
در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ یک مقدار زیادی به نظر من تضعیف شدن و آقای بایدن هم در دورانی که رقابت انتخاباتی می‌کردند چندین بار گفته بودند که از اولین کارهایی که خواهند کرد در سیاست خارجی اینه که رابطه خودشون رو با متحدین آمریکا در مخصوصا در اروپا بهتر خواهند کرد و به نظر من این اولین کاریه که ایشون خواهد کرد، نه فقط رابطه کشوری با کشوری، بلکه به نظر من سعی خواهد کرد که رابطه آمریکا رو با ناتو قوی‌تر بکنه و برای خاطر همینه که کشورهای اروپایی، سران مهم کشورهای اروپایی تلگرام‌های تبریک به آقای بایدن فرستادن، کما اینکه همونطوری که خودتون در گزارش‌های خیلی خوب خودتون اشاره کردید، رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ هنوز شکست رو قبول نکرده. به نظر من یک پیام خیلی جالبی کشورهای اروپایی دارن میدن و اینه که اونها فکر میکنن که خیلی راحت تر میتونن رابطه حسنه و رابطه خوبی رو با آقای بایدن داشته باشن. در جاهای دیگه هم به نظر من تغییرات جدی به وجود خواهد آمد، به خاطر اینکه طرز فکری که آقای بایدن داره یه طرز فکریه که در هر صورت شما میتونید در رئیس جمهورهای قبلی، سیاستی که ایشون داره، سیاستی که میتونید در دولت‌های قدیم آمریکا پیدا بکنید. ولی واقعا آقای ترامپ در دوران 4 سال ثابت کرد که از خیلی لحاظات بی‌نظیر هست و به خاطر همین هم در 1-2 سال اول آقای بایدن باید خیلی سعی بکنه که مسیر سیاست خارجی آمریکا رو تغییر بده، ولی مثل یک کشتی خیلی بزرگ تغییر دادن این سیاست آرام آرام ملت متوجه خواهند شد، هرچند که تصمیم‌ها رو ایشون از ژانویه خواهد گرفت و به نظر میرسه که سیاست خارجی آمریکا برمیگرده به دورانی که کشورهای دیگه میتونستن پیشگویی کنن آمریکا چه میکنه و از این لحاظ کشورهای اروپایی و خیلی از کشورهای دیگه خیلی خوشنود هستن که یک دولت جدیدی در واشنگتن به سر کار آورد. اشاره کردید دونالد ترامپ هنوز شکست رو نپذیرفته، فعلا هم رئیس جمهوری آمریکاست. در این مدتی که در قدرت هست چه میتونه بکنه تا زمان تحویل دادن کرسی ریاست جمهوری، به خصوص درباره ایران چه میتونه بکنه؟ تمام قدرتی رو که قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور آمریکا داده تا 20 ژانویه سال دیگه ایشون خواهد داشت و تا اونجایی که ما دیدیم تو این 4 سال ایشون یه رهبریه که هر چقدر قدرت داشته باشه حاضر از این قدرت استفاده کنه. خیلی ها هستن که قدرت دارن ولی واقعا تمایلی ندارن که از تمام قدرتشون استفاده کنن. ایشون این کار خواهد کرد به نظر من، در رابطه با سیاست خارجی، در رابطه با سیاست داخلی. هر برنامه‌ای رو که ایشون 2 ماه قبل میتونست انجام بده الان ممکنه انجام بده و با شدت بیشتر، برای خاطر اینکه کسی که نمیتونه جلوی ایشون رو بگیره. ایشون یه سری قدرت‌های قانونی داره و از این قدرت‌های قانونی استفاده خواهد کرد. ممنونم از شما. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از شهر تامپای آمریکا با ما. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید.
ممنونم از اینکه با ما هستید. از زمان اعلام پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا، کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هاشون همچنان ادامه داشته. چند دستگی نظرات اونجا هم دیده میشه. همکارم فرند تقی‌زاده نگاهی داشته به تازه‌ترین واکنش کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی. پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این خبر بسیار زیاد بود. از جمله برخی از مقامات ایرانی، آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران با عکسی از قاسم سلیمانی این توییتو کرده که آقای ترامپ قمارباز 3 تا نقطه و هشتگ زده که پایان ترامپ. از طرف دیگه حسام الدین آشنا در چند تا توییت به این موضوع واکنش نشون داده که آخرینش این بود که ایرانیان مردانه ایستادن تا آن نامرد هم رفتنی شد. عباس موسوی سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران در توییتی بلند بالا نوشته که همان گونه که ایران برای کارتر، ریگان، کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ فرقی نداشت، آنها هم برای ایران فرقی ندارن. جو بایدن هم احتمالاً کپی برابر اصل اسلافش باشد، اما ایران را باید جو ایران بسازد و به قله‌های افتخار برساند. این رو خیلی برداشت کردن که یک جو بسیار زیادی ممکنه که آقای موسوی رو در بر گرفته که همچین توییتی کرده. علی مطهری توییت کرده که مقاومت 3 ساله ملت ایران در مقابل فشار حداکثری یکی از عوامل شکست ترامپ بوده. جالبه که ضد انقلاب خارج نشین با آرزوی براندازی و انقلابیون داخلی از ترس احیای برجام خواهان پیروزی ترامپ بودن. باید بگم که افرادی هم هستن که این نگاه مقامات ایران و اونهایی که به نوعی ارزشی ممکنه که به نامیده بشن یا طرفدار حکومت هستن رو به یک دوگانگی یا سردرگمی دارن اشاره میکنن بهش و اینکه یک سردرگمی بین اونها دیده میشه از نوع واکنش هایی که به این خبر دارن میدن. از جمله یکی از اونها حسن یونسی هست، وکیل دادگستری، که توییت کرده که دوستان ارزشی انقلابی امشب بیش از همه بلا تکلیف و سرگردانن، نمیدونن از رفتن قاتل سردار خوشحال باشند یا از زنده شدن برجام ناراحت. و بگم که امیر تنها هم یک توییتی کرده، گفته که نوشتم بزرگترین اشتباه عمرت رو کردی، آقای ترامپ حریف تو خون حاج قاسم بود و بس. اون روزی که گفت ترامپ قمارباز حریف تو منم و تو خیلی نفهمیدید که این حرف یعنی چی. فرن، خبر پیش افتادن جو بایدن از دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا روی بازارهای مالی ایران از جمله بازار ارز هم تاثیر گذاشت. واکنش ها به این چه بوده؟ قیمت ارز در ایران تغییر کرد، قیمت دلار پایین اومد تا جایی که در خبرها منتشر شده و بسیاری اون رو یک جو روانی دونستن و گفتن که خب این به دلیل جو روانی هستش که بازار ایرانو داره تحت تاثیر قرار میده. از طرفی پیشتر اونهایی که منتقد دولت ایران هستند و ارزشی محسوب میشن و نزدیک حکومت هستن، آقای روحانی رو به نوعی به این متهم کردن که ارز وارد یا بودجه وارد بازار کرده تا اینکه شرایط رو بخواد به نوعی کنترل شده نشون بده، تا اینکه بخواد به که ایران آماده مذاکره با بایدن هستش. و اونطوری هم که آقای روحانی در آخرین صحبتش گفته، به نوعی انگار که فشارهای حد اکثری رو با رفتن ترامپ تمام شده. فرض با فرن تقی‌زاده گفتگو میکردم، همکارم که نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی برای واکنش کاربران فارسی زبان. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ماست. آقای افشاری وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه. درباره موضع جمهوری اسلامی و ایران به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا میخوایم گفتگو کنیم. رهبران ایران بارها گفتن که فرقی براشون نداره که چه کسی رئیس جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود، اما فرقی هم براشون نداره اینکه اون کسی که رئیس جمهور میشه چه سیاستی درباره ایران اتخاذ میکنه. نه، این ادعا که ادعای درستی نیست، حرف دقیقی نیست. این سیاست‌های اعلامی رو نمیشه لزوما سیاست‌های اصلی اونها در نظر گرفت. قطعا فرق میکنه، اونها در محاسباتش اینو دخالت میدن، ولی به یک معنا حرف آقای خامنه‌ای درست هست که سیاست آمریکا ستیزی به لحاظ راهبردی عوض نمیشه. چه جو بایدن رئیس جمهور باشه، چه اگر برنی سندرز میشد، چه ترامپ و یه چهره جمهوری‌خواه دیگه. این و تا زمانی که حداقل آقای خامنه‌ای زنده است و بخش مسلط قدرت کنونی وجود داره، این اتفاق نمی‌افته. دومین مسئله اینه که برای جمهوری اسلامی اگر برایند بگیریم، خب ترجیحشون این بود که بایدن در این انتخاب رئیس جمهور بشه. اما
بودن نیروهایی که هم یک سردرگمی داشتن یا ترجیح میدادن که ترام بشه، نه از این باب که ترام رو شخص ترام رو ترجیح میدادن، احساس میکردن که این باعث بی‌اعتباری نظام سیاسی آمریکا و به خصوص الگوی لیبرال دموکراسی میشه، یعنی لیبرالیسم سیاسی مد نظرم هست، دقیقا نوع نگاهی که روسیه داره و از این منظر هستش که ناراحت هستند، به خصوص که انقدر انتخابات آمریکا بازتاب پیدا کرد در داخل جامعه ایران و این شکوه و قدرت دموکراسی رو نشون داد. بنابراین از این زاویه اونها ناراحت هستند. به طور مشخص دولت روحانی خب تمایلش و استقبالش بیشتر اصلاح طلبان هم همینطور، اما یک نوع شتاب زدگی و ذوق زدگی در اونها هست که به هیچ عنوان اگر مواضع آقای بایدن رو در نظر بگیریم، مواضع مشاورانش در خاورمیانه، مذاکره هایی که به طور خاص در سیاست خاورمیانه انجام داده، اون وقت معلوم میشه که این خیلی تصور خوشبینانه و خیال بافانه هست که بایدن بیاد برجام احیا میشه. اصلا چنین چیزی هنوز معلوم نیست. یک مسیر خیلی پرفراز و نشیبی در پیش هست. تازه جو بایدن از تقریبا هفته آخر ماه ژانویه شروع به کار میکنه و اولویت های زیاد از 100 روز اولش داره. تنها چیزی که شاید بشه گفت در بایدن به سرعت برای ایرانی های خارج از کشور مثمر ثمر خواهد بود، احتمالا برداشته شدن این منع مسافرتی ایرانی ها هستش، ولی برای برجام راه طولانی هست و اون وضعیت سابق تموم شده است. جمهوری اسلامی حتی با بایدن با ناگزیر از این هستش که یک توافق جدیدی رو امضا بکنه، منتها مانند دوران ترامپ نخواهد بود که با نابودی برجام توافق دوم بشه. این توافق دوم میتونه در حرکت جدید که به احتمال زیاد تاریک های اروپایی هم در کنار بایدن قرار میگیرن مکمل برجام خواهد. بسیار خب، عمدتا دو دسته بودن ایرانیان در واکنش هاشون، حداقل در شبکه‌های اجتماعی اونطور که می‌دیدیم. شما هم به بخششون اشاره کردید که عده‌ای زیادی گمان می‌کنن با اومدن آقای بایدن تحریم‌ها دیگه به صورت کامل برداشته میشه و فشار به نوعی از روی جمهوری اسلامی برداشته میشه، و عده دیگه‌ای هم که فکر می‌کنن اگر آقای ترامپ میموند این فشارها ممکن بود به رفتن جمهوری اسلامی ختم بشه و حالا که آقای بایدن اومده چنین نخواهد شد. کدوم یک از اینها به واقعیت نزدیکتره؟ به نظر من هیچ کدوم، یعنی هر دوی اینها به نسبتی از واقعیت به دور هست. یعنی ما یک تجربه رو داریم، این تجربه ریاست جمهوری حسن روحانی، فضاسازی هایی که در سالیان قبل حین برجام شد. خب مدتی گذشت قبل از اینکه حسن ترام از برجام بیاد بیرون، هیچ کدوم از یعنی شاید 10% اون ادعاها و فضاسازی اونها محقق نشد. در دوران دونالد ترامپ هم درست فشار حد اکثری خب یه شرایط بسیار سختی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اونو در کنج قرار داد، ولی هدف اونها تغییرات سیاسی داخلی نبود، رفتن جمهوری اسلامی نبود، تغییرات در حوزه حقوق بشر در ایران نبود. هدف این بود که جمهوری اسلامی بنشینه پای میز مذاکره، که این اتفاق در 4 سال اول ریاست جمهوری ترامپ نیفتاد و عملا هم تموم شد. یعنی ترامپ رفت، ولی نفر بعدی که میاد، اولا که برخی از این تحریم‌ها اساسا تو حوزه برجام نیستن، تحریم‌های آمریکا در حوزه تروریست و غیره هستن که اینا ماندگار هستن. حتی در دوران اوباما هم این تحریم‌های ثانویه باقی موندن و به طور کامل برداشته نشدن، و بایدن هم طبیعتاً وقتی داره میاد خودش اعلام کرده که خواهان این هست که توافق گسترده‌تری رو داشته باشه با جمهوری اسلامی و محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه، از تحریم‌های کنونی استفاده می‌کنه که دست بالا رو به آمریکا داده و جمهوری اسلامی در موضع ضعف است. بنابراین این دو اتفاق نمی‌افته و واقعاً مسائل سیاسی ایران بیشتر متأثر از پارامترهای داخلی هست و آمریکا تأثیر کمتری بر این قضیه داره. و این ادعا هم که حالا علی مطهری و دیگران گفتن مردم ایران در هیچ جای این ماجرا نبودن، نه در شروع ابتدای ماجراجویی هسته‌ای در تصمیمات بوده، نه در به اصطلاح ادامه این ستیزه جویی ها، تقابل ها، عدم مذاکره، مردم ایران هیچ جا نیستن. مردم اینا خاص و مشخصشون این هستش که تغییرات اساسی سیاسی را بیفته، اون شعارهایی که در دی 96 و آبان 98 دادن و عدم شرکتشون در انتخابات مجلس 11 هم، اینا حرفای مردم ایران هست و این نوع صحبت ها بالاخره چند روز میگذره و به سیاهه حرفای بی اعتبار، بی اساس و خلاف واقع اونها
اضافه میشه. آیا رهبران در ایران در حال حاضر برای رئیس جمهور جدید ایالات متحده مواجههشون با اونها به اون طرف ماجرا اشاره کردید که آقای بایدن چطور عمل خواهد کرد، گفته که مثلا به برجام برمیگرده یا چطور برمیگرده، ولی این طرف ماجرا چی؟ رهبران در ایران سیاست روشن و واضح و برنامه‌ریزی دقیقی شما میبینید که داشته باشن، یا اول منتظر واکنش دقیق‌تری از سوی تیم وزارت خارجه بایدن خواهد بود؟ به نظر نمیاد که خیلی برنامه مشخصی باشه. اولا مطمئن نبودن. خود آقای جواد ظریف هم در سال 98 هم در 99 پیشبینی که رسما اعلام کرد گفتش که دونالد ترامپ انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور. اینها الان مسئله اصلیش این هست که یک ارزیابی اولیه انجام بدن که آیا ترامپ با دولت کنونی جمهوری ببخشید بایدن با دولت کنونی جمهوری وارد مذاکره میشه، یا به محض شروع به کار بایدن عملا چند ماه مونده از عمر دولت فعلی، و بعد خود آقای خامنه‌ای به عنوان تصمیم گیر اصلی آیا این امکان رو به دولت فعلی میده، آیا شورای امنیت ملی بالا سر دولت مستقلا وارد این قضیه میشه، و ها تمایل حسن روحانی این هستش که در ماه‌های پایانی کار دولت دوم خودش بتونه وارد این مذاکرات بشه. خب اونها طبیعتا با تیم بایدن در قبل کار کردن، بله آشناتر هستن به این قضیه، ولی واقعا وضعیت مشخصی وجود نداره، متغیرهای متعددی هست. ولی باز هم تاکید میکنم این فضا سازی کنونی هم درست نیست، یک نوع شتاب زدگی ذوق زدگی دیده میشه، مشکلات بزرگی هست. بله به طور نسبی بایدن نرمش بیشتری داره، اما فراموش نکنیم اگر سنا در اختیار جمهوری خواهان باقی بمونه، باز این بازگشت سیاست با جمهوری اسلامی فقط از کانال بایدن یا کاخ سفید تعیین نمیشه، باز مجبور به یک تعاملی با جمهوری خواهان آمریکا هم خواهند. و یک سوال دیگه هم داشتم آقای افشاری، اینکه حالا که روشن شده رئیس جمهوری بعدی آمریکا چه کسی است، در ایران چه میشه گفت راجع به رئیس جمهور بعدی که خواهد اومد چند ماه آینده بر سر کار؟ بسیاری میگفتن که مثلا اگر آقای ترامپ بمونه ممکنه یک فرد نظامی بر قدرت بنشینه یا شانس بیشتری در انتخابات داشته باشه. الان چی؟ الان چه میشه گفت راجع به رئیس جمهور بعدی ایران؟ من حالا شخصا موافق و نگاه نیستم، رابطه تعیین کننده بین این دو وجود نداره، یعنی باز باید ما مسائل داخلی ایران رو ببینیم. واقعیت امر این هستش که حتی اگر نظام تصمیم بگیره هر فردی رو مشخص بکنه، مگر اینکه دیگه کاندید دیگری در صحنه نباشه، یه انتخابات کاملا غیر رقابتی باشه، به هر حال اگر ولی این گونه نشه بخشی از معادله توسط مردم تعیین میشه که آیا در انتخابات به چه میزان شرکت میکنن. با فضای کنونی که هست و اینکه در جامعه حالا بر اساس مشاهدات من شاید هم درست نباشه، به نوعی به نظر میرسید که نگاه اون بخش بزرگتر جامعه ایران این بود که از ریاست جمهوری ترامپ حمایت میکردن. فضا با فضای سال قبل از انتخاب ریاست جمهوری 92 خیلی متفاوت بود، که اون موقع فضا به سمت این بود که مصالحه انجام بشه، توافق بشه، گفتگو بشه، بیشتر به سمت این بودن که فشار بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال بشه. اگر این بعد ما الان زمان زیادی هم تا انتخابات ریاست جمهوری ایران نداریم که فضا بخواد عوض بشه، بنابراین باز این تصمیمی هستش که باز باید ببینیم که در نهاد ولایت فقیه و حلقه نزدیکان خامنه چه تصمیمی میگیرن، که آیا این درجه رقابتی انتخابات چقدر میشه، و آیا باز اون فرمول سابق تکرار میشه که اگه قرار توافقی با آمریکا بشه اون بخش مسلط قدرت آقای خامنه ای سپاه میکشن کنار، در ظاهر موضع مخالف میگیرن، میذارن جناح ترجیح نظر طلب حالا میانه رو و غیره این کار رو بکنه و بعدم اون مورد حمله قرار میدن. آیا این اگر این الگو تکرار بشه، خب باید منتظر بود که احتمالاً چهره اعتدالی و عید دست به اصلاح طلبان میدان بدن بازدنی صحنه بیاد، یا اینکه نه برای اولین بار ما بینیم که چهره اصولگرا این بار بیاد بره و وارد این پروسه توافق و گفتگو بشه. با راه حل مراکل به اصطلاح بینابینی هم هست، شاید دوباره مثلا چهره مثل علی لاریجانی بره شورای امنیت ملی و اون ابتکار و مدیریت مذاکرات رو بر عهده بگیره. وضعیت به نظر من هنوز مشخص نیست. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که از واشنگتن آمریکا با ما بودن. همینطور ممنون از شما شنوندگان و مخاطبین برنامه که تا اینجای کار ویژه برنامه چشم انداز بامدادی درباره انتخابات آمریکا رو روشن شدن
شدن نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا رو دنبال میکنید. از شما هم میخوام که نظر بدید. دیدم که سوالهای خوبی در پخش زنده فیسبوک اون پایین مطرح کردید، اما متاسفانه فرصت نشد از آقای افشاری بپرسیم. حالا در مصاحبه‌ای که در طول دو ساعت زنده برنامه امروز داریم شاید بتونیم اونجا مطرح بکنیم. به هر حال نظر بدید. بی بی سی شما در تلگرام، پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-22-22. برگردیم. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا جو بایدن تقریبا 50 سال در عرصه سیاست حضور داشته. او نخستین بار در سال 1972 به مجلس سنا رای یافت و به این ترتیب به یکی از جوانترین سناتورهای تاریخ آمریکا بدل شد. آقای بایدن که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معاون او بود، قبل از این هم دو بار دیگر به عنوان نامزد حزب دموکرات برای ورود به کاخ سفید رقابت کرده. او که حالا 77 سال دارد، مسنترین فردی است که به عنوان ریاست جمهور آمریکا انتخاب می شود. مهنوش پورزیایی نگاهی دارد به کارنامه این سیاستمدار کهنه‌کار. 3 دهه پیش اولین خیز برای کاخ سفید. و شایسته است اینجا نامزدی خودم را برای رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا اعلام کنم. کارزاری که تنها 3 ماه نیم وقتی که او بعد از این سخنرانی تلویزیونی در آیووا، اجدادم در معادن زغالسنگ پنسیلوانیا کار میکردن و بعد از 12 ساعت کار 4 ساعت فوتبال بازی میکردن. به سرقت ادبی از این سخنرانی رهبر حزب کارگر بریتانیا متهم شد. اون آدمایی که میتونستن 8 ساعت زیر زمین کار کنن و بعد بیان فوتبال بازی کنن. خیز دوم سال 2008 بود. این بار هم به کرسی ریاست جمهوری نرسید، اما توانست زیر سایه رقیب در برابر همکاران سابقش به بالاترین صندلی کنگره تکیه بزند. جو بایدن که امسال در خیز سوم نامزد 77 ساله حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد، 4 دهه پیش راهش را به سیاست با عضویت در شورای شهر نیوکاسل در شرق این کشور باز کرد. 30 ساله بود که جوانترین سناتور وقت آمریکا شد، اما آنچه زندگیش را تغییر داد نه این پیروزی، بلکه تصادفی بود که تنها چند هفته بعد از آن همسر جوان و دختر 1 سالش را از او گرفت و 2 پسر کوچکش را تا پای مرگ برد. سناتور جوان می‌خواست سیاست را کنار بگذارد و حتی به خودکشی فکر کرد، اما نهایتاً خود را در کار غرق کرد. برخلاف معمول به واشنگتن نقل مکان نکرد. کنار تخت کودکان بستریش سوگند سناتوری خورد و تقریباً هر روز نزدیک به 4 ساعت سوار قطار بود تا بتواند شب را در خانه پیش 2 پسر کوچکش باشد. سالها در سنا عضو تاثیرگذاری در سیاست خارجی کشور بود. در دوران معاونت ریاست جمهوری هر وقت کار با کنگره گره می‌خورد، تجربه و سابقه او گره گشا بود. اما مواضع سیاسیش در 4 دهه گذشته فراز و نشیب کم نداشته. در کمیته قضایی سنا با جلوگیری از شهادت 1 زن در پرونده کلرنس تامس خشم حامیان حقوق زنان را برانگیخت. اما بعدها از حامیان قانونی شد که خشونت علیه زنان در آمریکا را ممنوع می‌کرد و دفتری را برای مقابله با آن تأسیس کرد. بارها از جمله در بوسنی، عراق و افغانستان از حامیان مداخله نظامی در کشورها و ملت‌سازی در مناطق بحران زده بود. موضع موافق او در آغاز جنگ در افغانستان و عراق، بعدها به حمایت از صلح با طالبان، تقسیم قومی مذهبی عراق و کاهش ردپای نظامی آمریکا در 2 کشور تغییر کرد. در این حال با حمله‌ای که به کشتن اسامه بن لادن منجر شد و با مداخله نظامی در لیبی مخالف بود. خوش صحبتی و توانش در برقراری ارتباط او را برای بسیاری از دشمنان سیاسیش قابل احترام کرده، اما سبک و سیاقش در نمایش صمیمیت اواخر دردسرساز شد و او را به عذرخواهی کشاند. The next president of the United States, Joe Biden. سیاست با خون جو بایدن آمیخته است. در اولین ملاقات با مادر همسرش دهه ها پیش
گفته بود می‌خواهد رئیس جمهوری آمریکا شود. امروز بعد از 5 دهه به رویای خود رسیده است. بهنوش پورزیایی گزارش می‌داد انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده علاوه بر ایران و سایر کشورها در افغانستان هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته. اینکه روابط کابل واشنگتن بر اساس 2 توافقنامه استراتژیک استوار است و هر گونه تغییر در آمریکا بدون تأثیر بر اوضاع جنگ و صلح افغانستان نخواهد بود. اظهارات 46مین رئیس جمهوری آمریکا درباره افغانستان بارها خبرساز شده بود و واکنش‌هایی رو در پی داشته. همکارم علی حسینی از کابل با ماست تا بیشتر در این باره گفتگو کنیم. علی، اول از واکنش‌ها شروع کنیم. تا حالا به خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا چه واکنشی نشان دادن؟ خب با توجه به اینکه خبر پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ناوقت شب به وقت کابل اعلان شده، مقام‌های رسمی از جمله رئیس جمهوری افغانستان تا کنون واکنشی نشان نداده، اما انتظار می‌ره که افغانستان جز اولین کشورهایی باشد که به این خبر و این انتخاب رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان بده و ما انتظار داریم که جز اولین کشورها باشه با توجه به روابط نسبتاً گسترده‌ای که بین کابل و واشنگتن برقرار است. اما بین مردم عادی و آنهایی که دولتی نیستن واکنش‌ها خیلی زیاد بوده. بیشتر این واکنش‌ها در رابطه با رابطه ایالات متحده آمریکا و نوع نگاه این کشور به گروه طالبان، سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان، در قبال گروه طالبان بیشتر در اون رابطه بوده. مثلا یکی از مواردی گفتنی بوده که پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ یعنی پایان وظیفه زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صحبت‌ها و گفتگوهای صلح افغانستان بوده. این افرادی هستند که از رابطه ویژه فعلا آمریکا با گروه طالبان راضی نیستن و همچنین گفتن که با انتخاب جو بایدن در جشن در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده و عزا در قطر جایی که گروه طالبان در آنجا مستقر هستند. یک اشاره‌ای دارن به اینکه دولت افغانستان طرفدار جو بایدن بوده و گروه طالبان طرفدار دونالد ترامپ. به نظر میرسه پس اظهارات آقای بایدن در رابطه با افغانستان چندان برای مردم این کشور خوشایند نبوده، نه؟ ببینید صحبت‌های جو بایدن هر آن چیزی که تا بالا انجام داده در مقامی بوده که یا معاون بوده یا در دولت نبوده، در حکومت به نحوی نبوده، یا حداقل در جو بایدنی که رئیس جمهور نبوده بوده. یعنی حالا دولت افغانستان، بیشتر مردم افغانستان امیدوار هستند که او روی کرده که دونالد ترامپ در قبال گروه طالبان در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان داشته، جو بایدن حداقل نداشته باشه. اما جو بایدن طرفدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است، مسئله ای که در افغانستان در او جدید دیده میشه. آقای جو بایدن یک بار گفته بوده که مخالف ملت سازی در افغانستان است و هیچ امکان نداره که افغانستان متحد بشه و یک پارچه بشه. این جنجال ساز شد. مورد دیگری که آقای جو بایدن گفته بود این بود که نمیخواهد جان فرزندش که نظامی بود در افغانستان به خاطر حقوق زنان به خطر بیفته. مسئله دیگر نوع نگاه جو بایدن به پاکستان و افغانستان بوده. نقل شد از آقای جو بایدن که در گفتگو با آقای کرزی گفته بوده که پاکستان 50 برابر مهمتر نسبت به افغانستان برای ایالات متحده آمریکا است. این اظهارات نشان میده که آقای جو بایدن اون طوری که دولت افغانستان بخواد اون نگاه هم نداره. به هر حال اما فعلا امیدوار است که تغییراتی رونما شود نسبت به نوع نگاهی که دونالد ترامپ به گروه طالبان داشتن. حالا دولت افغانستان و بیشتر مردم افغانستان امیدوار هستند که تاثیر دیگری بر آن چیزی که فعلا جریان داره صورت بگیره و نگاه افغانستان در مذاکرات صلح با گروه طالبان بیشتر مورد توجه ایالات متحده آمریکا باشه. افغانستان در وضعیت حساسی قرار داره همین حالا، میدونیم با توجه به مذاکرات صلح در اون کشور. آیا این روند با رفتن بایدن به کاخ سفید، در واقع رفتن دونالد ترامپ از کاخ سفید، دوچار تغییری خواهد شد؟ ببینید نوع نگاهی که بایدن داره به طالبان متفاوت‌تر از با دونالد ترامپ است. دونالد ترامپ
اظهارات دونالد ترامپ هم جنجالی بوده در افغانستان. مثلا دونالد ترامپ چند بار از گروه طالبان تعریف کرده، یعنی گروه یک گروه قدرتمند دانسته، یعنی نشان میده که در مذاکرات صلح بین گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا دولت افغانستان اصلا حضور نداشت، یک نوع بی‌توجهی نسبت به افغانستان وجود داشت در رابطه با نگاه دونالد ترامپ به گروه طالبان. به همین خاطر است حالا وقتی که دونالد ترامپ میره و جو بایدن میآید، جو بایدنی که دموکرات است و گفته که آمریکا را باز برمیگردانه به سطح جهانی، دولت افغانستان امیدوار است که تغییرات بیاید حداقل در چند زمینه. یکی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که از نگاه دونالد ترامپ قطعی بود، یکم مسئولانه تر صورت بگیرد از نوع از نگاه جو بایدن دموکرات. یکی این. دو، من در توافقنامه ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان که حدود 1.5 سال پیش انجام شد، یک تغییرات بیاید و لحاظ بشه اون ملاحظات دولت افغانستان. و موضوع سوم مذاکرات صلح است که فعلا در قطر جریان داره. دولت افغانستان امیدوار است که نگاه ایالات متحده آمریکا بیشتر طرفدار نوع نگاه افغانستان باشه در این مذاکرات تا گروه طالبان. ممنونم از تو همکارم علی حسینی. در کابل افغانستان نگاهی داشتیم به واکنش مقام‌ها و مردم به انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا. اما پیش از این که بریم سراغ نظرهای شما، با سمانه قدرخان هم همراه بشیم. روزنامه نگار در تورنتوی کانادا، با مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران که واکنش‌ها اونجا هم کم نبوده به انتخاب رئیس جمهوری جدید در آمریکا. مرور روزنامه‌های صبح امروز تهران رو آغاز می‌کنیم با شکست آمریکا و تولد جریان سوم. روزنامه کیهان ترامپ را جمع سه چیز شکست داد: روزنامه آرمان ملی و سرخوردگی روانی و جامعه ستیزی ترامپیسم از روزنامه شرق. روزنامه کیهان معتقده که شکست دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا شکست یک دوره از خصومت شدید آمریکا علیه ایران هم هست. چه جزئیاتی داده آقای سعدالله زارعی؟ برای همین از این روی شکست رو یک برهه خاص از تاریخ سیاسی آمریکا در مقابل ایران تلقی کرده. بر اساس همون چیزی که خودت اول گفته، همه میدونن که موضوع نحوه مواجهه با ایران یکی از چند سوژه انتخاباتی بوده در این چند وقت اخیر که از سوی هر دو جناح مطرح می‌شده. در این بین ترامپ با استناد به سیاست فشار حداکثری مدعی بود تونسته ایران رو مهار کنه و حتی وعده میداد در روزهای اول پس از پیروزی دوباره ایران مجددا مذاکره رو بپذیره. برای همین شکست ترامپ در واقع شکست سیاست‌های خارجی آمریکا در مقطع 4 ساله اخیر هم محسوب میشه. نویسنده روزنامه کیهان گفته این شکست از حیث شکست یک مقطع از سیاست‌های ضد ایرانی آمریکاست و بسیار مهمه و میتونه یک دستاورد بزرگ هم تلقی بشه برای ایران. در این فضا دولت ایران باید از این فرصت حدود 6 ماهه‌ای که تا تثبیت دولت جدید آمریکا پیش رو داره حد سر تلاش استفادهش رو برای رفع محدودیت‌های قبلی و دور زدن تحریم‌ها به کار بگیره. ترامپ را جمع سه چیز شکست داد. سرمقاله روزنامه آرمان ملی است. اون سه چیز چه بوده خانم قدرخان؟ درست میگی. گفته بدون هیچ کدوم از این سه عامل ترامپ قابل شکست دادن نبود. یکی به خاطر مدیریت بسیار بد بحران کرونا در آمریکا، دومی قتل جورج فلوید و راه افتادن جنبش ضد تبعیض بعد از اون، و سومی ائتلاف اوباما و ساندرز در حمایت از بایدن. گفته در سال آینده هم تکرار همین الگو پیروزی رو برای بسیاری از انتخابات در سایر کشورها رقم میزنه و برای خیلی از کشورها تعیین کننده است. یعنی سیاست‌های نامزدها برای کنترل کرونا، سیاست‌های نامزدها برای کاهش تبعیض و نابرابری، ائتلاف بین نیروهای پیشرو و لیبرال‌های برابری طلب حامی محیط زیست و همکاری‌های جهانی و حفاظت اجتماعی در برابر ناسیونالیست‌های افراطی و راستگرا و پوپولیست. البته آقای جلایی‌پور گفته فراموش نکنیم حتی با وجود سه عامل بالا و پیروزی بایدن، همچنان ترامپ حدود نیمی از آرا رو در انتخابات به دست آورده. ولی نکته‌ای که برای ایرانی‌ها مهمه اینه که سرنوشت ایران در ایران باید ساخته و تعیین بشه، نه در واشنگتن و لندن و مسکو و پکن، و انتخاب با خود شهروندان و حکمرانان ایرانه. فهم مطلب روزنامه شرق در این باره. روزنامه شرق از سرخوردگی روانی و جامعه ستیزی ترامپیسم گفته. در سرمقالش آقای کیومرس اشتریان گفته بخشی از طرفداران ترامپ از مشکلات روانی جدی رنج میبرن. یکی از ویژگی‌های دونالد ترامپ هم در دوران 4 سال ریاست جمهوریش گرایش روانیش به افزایش منازعات داخلی و خارجی بوده و گفته خب چنین شخصیت‌های اطراف خود ما هم کم نیستن. گفته ترامپ ویژگی افراد جامعه ستیز رو داره که در زیر انبوهی از ثروت پنهان شده. جامعه ستیزی هم در واقع هم وجهه داخلی داره، هم وجهه بین
المللی داره، دو وجه در واقع داره. در ادامه آقای کیومرث اشتریان گفته ترامپ طرفدارانی در جهان و از جمله ایران داشته که اغلب از همین ویژگی جامعه ستیزی رنج میبرن و هم رنج میدن و گفته باید روی کسانی که از ترامپ حمایت کردن مطالعه روانی جدی انجام بشه و گفته نمیدونیم از 70 میلیونی که در آمریکا به ترامپ رأی دادن و از نمونه های ایرانیشون چه تعداد زیر مجموعه این گونه نابسامانی های روانی هستن. با سمانه قدرخان بودیم و بخش اول بررسی مرور روزنامه‌های صبح امروز تهران، بخش دومش رو در ساعت دوم برنامه چشم‌انداز بامدادی امروز خواهید شنید که زنده خواهد بود. به همه پیام‌هایی هم که دادید اونجا میرسیم، برای مخاطبین برنامه خواهم خوند. سپاس از اینکه تا اینجای کار